بیرون برم، برای کسی رو نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی خوشم به تو بیرون. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز برنامه نب اعدام. من آرزو هستم و با یک نب اعدام دیگر با شما خواهیم بود. هفته که گذشت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام بود. تو بسیاری از شهرهای دنیا مردم به فراخوان کمیته بین المللی علیه اعدام تجمعاتی را برگزار کردند. کلیپ این هفته در رابطه با همین موضوع است. در این بخش از برنامه همکارم آرش مصاحبه‌ای داشته با کیوان جابید در رابطه با 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام. سلام می‌کنم به همه شما بینندگان عزیز برنامه نب اعدام. سالانه هزاران نفر به اعدام محکوم می‌شوند. اونها را از طریق چوبه دار، از طریق تیبارون و یا از طریق سم اونها را می‌کشند. روز جهانی علیه اعدام که روز 10 اکتبر است، یادآور هزاران نفری است که همکنون در انتظار اجرای حکم اعدامشون هستند. میهمان این هفته برنامه ما کیوان جاوید است که در این زمینه به چند تا از سوالای ما میخواد پاسخ بده. سلام میکنم به شما کیوان جاوید. سلام، مرسی که دعوتم کردید. کیوان جاوید، اولین سوالم از شما اینه که 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. اهمیت و ضرورت این روز چیه؟ بله، از ضرورتش بذارید بگم. اولا که یه تعرض جهانی به دیکتاتورها، یه تعرض جهانی و انسان دوستانه هست به آدمکش‌ها، یه تعرض به یک مقاومت جمعی و یه مبارزه جمعی هست که این ضرورت ایجاد میکنه که به آدمکش‌ها، به حکومت‌های سرمایه‌داری، به قاتل‌ها، به دولت‌های آدمکش نظیر جمهوری اسلامی اینا بگه که ما هستیم و با قدرت هستیم علیه شما. ما فقط مشاهده نمی کنیم، ما فقط افسوس نمی خوریم، ما فقط زانوی غم به بغل نمی گیریم یا اصلا زانوی غم به بغل نمی گیریم. درسته با هر اعدام خانواده
عزیزش از دست میده و جگرگوشش از دست میده و این غم هرگز فراموش نمیشه. اما ما فقط غمخوار اون عزیزان نیستیم، ما به یاد اونا مبارزه متشکل میکنیم، جامعه رو آگاه میکنیم، جامعه رو بسیج میکنیم، ضرورت مبارزه با اعدام رو نشون میدیم و اینکه چرا دولت های اعدام میکنند رو مطرح میکنیم. نیرو بسیج کردن در این روز، این روز فقط در واقع یادآور اینه که ما باید کارهای بیشتر بکنیم، نه فقط یک روز اعتراض بکنیم. ضرورت و اهمیتش فقط در همون یک روز نیست، بلکه مثل اون تپانچه‌ایه که در مسابقه دو شلیک میکنن و تازه مسابقه شروع میشه و تازه دونده ها میدوئن و برای اینکه بتونن به خط پایان برسن. 10 اکتبر در واقع وقتی هر سال که شروع میشه، در واقع از 2002 شروع شد، از اکتبر 2002 سازمان عفو بین الملل و همبستگی جهانی علیه اعدام اینو اعلام کردن. اما یک ضرورت بزرگتری در جامعه وجود داشت که اونا اومدن بر اساس اون ضرورت و اون مبارزه روزمره، مبارزه علیه اعدام، لغو اعدام رو تو سازمان ملل تصویب کردند و از اون موقع تعرض به دولت ها و به حکومت های آدمکش سازمان یافته تر و سیستماتیک تر شد. بله. کیوان جاوید، دومین سوالم از شما اینه که اعدام ها الان توی ایران بیداد میکنه، چرا جمهوری اسلامی انقدر زیاد اعدام میکنه؟ راه مقابله مؤثرتر با این عمل ضد بشری چیه و موانع این کار چی هستش؟ بله، خب سه چهار تا سوال، من امیدوارم همه رو بتونم یکی یکی جواب بدم. اولین چیز اینه که بیداد میکنه و اینو همه میدونیم، اینو همه مردم ایران میبینن، همه خانواده ها میبینن، هر کسی که تو ایران نفس میکشه میبینه، حتی کسی که نمیخواد ببینه، حتی کسی که میگه من اصلا نمیخوام سیاسی فکر کنم، اصلا نمیخوام به مسائل اجتماعی فکر بکنم، من میخوام برم سر کارم و از کارم برگردم، من میخوام برم مثلا نمیدونم پارتی خودم رو داشته باشم، من میخوام شغل خودم رو داشته باشم. حتی این بخش از جامعه که نمیخواد ببینه، این مسئله جلوی چشمشه. بیداد میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد بمونه. ضرورت بیداد اعدام ها، یعنی این گستردگی اعدام ها در ایران، برای موندن جمهوری اسلامیه، برای بقای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی از سر قدرت این کار نمیکنه، بلکه از سر ترس داره این کار میکنه. جمهوری اسلامی از سر اینکه نشون بده من میکشم، من میزنم، پس کنار بکشید، پس عقب بکشید، پس مبارزه نکنید، پس اعتراض نکنید، معلمین اعتراض نکنید، کارگرها اعتراض نکنید، جوونا، ضد مسائل ضد فرهنگی جمهوری اسلامی به چالش نکشید، بد حجاب و بی حجاب نباشید، همه اینا رو جمهوری اسلامی به خاطر این میکنه. برای این انجام میده که جامعه رو مرعوب بکنه، ولی جامعه در هر قدم نه تنها که مرعوب نیست، بلکه تنفرش از جمهوری اسلامی به نظر من بیشتر و زیادتره. اما میگیم که راه مقابله مؤثر چیه؟ راه مقابله مؤثر یکیش اینه که باید دائم مطرح کنیم این مسئله رو، دائم باید در میدیای اجتماعی، در تلویزیون ها، در نشریات دائم مسئله رو بگیم و بگیم چرا جمهوری اسلامی اعدام میکنه و بگیم ضعف جمهوری اسلامی از کجاست و بگیم چرا جمهوری اسلامی نه برای اینکه بخواد عدالتی رو با اعدام برقرار بکنه، نه برای اینکه میخواد جمهوری اسلامی با اعدام جلوی به اصطلاح جرم و جنایت بگیره یا جلوی اعتیاد بگیره، نه برای اینا نیست، چون جمهوری اسلامی منبع جرم جنایته. چون اگه قرار باشه جلوی جرم جنایت بگیره، باید تمام سران خودش اعدام بکنه، برای اینکه منبع جرم و جنایت و دزدی و غارت و آدمکشی و حق مردم رو خوردن خود سران جمهوری اسلامی هستن. بنابراین پس برای عدالت نیست، برای اجرای عدالت نیست، برای کم کردن به اصطلاح جرم و جنایت نیست، فقط برای ترسوندنه. اگر میگیم موانع چیه؟ موانع اینه که به نظر من هنوز قشر به اصطلاح، بس اینجوری بگم، اون سخنگویان اصلی مبارزه، آزادی خواهان، چپ ها، کمونیست ها، برابری طلب ها، نه فقط در یک حزب حتی، بلکه از نظر اجتماعی منظورمه، اینا ضرورت مبارزه متشکل و متحدشون رو هنوز اونجور رو که باید و شاید باشه درک نکردن، یا آنطوری که قرار متشکل باشن سر این مسئله متشکل نیستن. ما خب انتظارمون همیشه اینه که چپ جامعه، چپ از نظر اجتماعی میگم و سازمانی،
چپ جامعه پرچمدار مبارزه با بیعدالتی با اعدام علیه خشونت باشه و این مانع اینه که این هنوز یک به اصطلاح قدرت فراگیر و یک به اصطلاح نیروی فراگیر مبارزه با علیه اعدام نیست و این باید باشه. و موانع دیگه اینه که هنوز مسئله اعدام زندانی سیاسی و غیر سیاسی رو جدا میبینن، اهمیت این یکی رو بیشتر میدونن، اهمیت مبارزه به اصطلاح علیه اعدام زندانی سیاسی رو، مبارزه برای جلوگیری از اعدام به قول خودشون قاچاقچیان و نمیدونن مفسدین فیل ارز و فلان بسیار اینا رو کمتر میدونن. همین جوانایی که 10 و 20 نفر و 30 نفر در روز اعدام میشن، از اونجایی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه مواد مخدری و نمیدونم قتل و فلان و بسیار، کمتر حساسیت نشون میدن و باید اگر ما بپذیریم جمهوری اسلامی برای موندنش داره اعدام میکنه، باید بپذیریم هر اعدامی در ایران باید جلوش بگیریم و اعدام ضد بشریه، باید اینو قبول کنیم، اعدام ضد بشریه، اعدام هر کس باشه، اعدام مجازات نیست، اعدام تنبیه و ترسوندنه و بنابراین باید این موانع به اصطلاح پشت سر بگذاریم. قطب راست و چپ چه برخوردی دارن با این مسئله اعدام در ایران؟ ببینید این سوال به نظر من مهمیه. راستش این سوال من میتونم اینجوری بگم، من چند وقت پیش که تو تورنتو بودم با عزیزان خودمون مهوش الاسفندی که دو تا از جووناش، دو تا از پسرای جوونش 27 و 28 ساله اعدام شدن، اینا رو دیدم و به هر حال وظیفه من میدونستم که ببینم و دقیقا وقتی با اینا صحبت میکردن هنوز تازگی اون زخم رو توی حرف زدناشون، توی برخوردهاشون، توی یادآوری خاطراتشون دقیقا میدیدم. ببینید اونجا خودشون محوش مسئله شبی که کانال جدید برنامه داشت علیه اعدام بسیج کرده بود و از خانواده ها خواسته بود، از مردم خواسته بود و بیننده هاش خواسته بودن که دم در زندان بسیج کنند و نیرو جمع کنند و اینا و اعتراض بکنند. خود محوش میگه نیروی بسیار وسیعی از همه جا اومده بودن، از همه جا، مثلا میگفت تعجب میکردن این همه نیرو چجوری اونجا جمع شدن، چجوری این فراخان رو شنیدن و هر کس بهش میگفت ما به فراخان تلویزیون اومدیم و منظور کانال جدید بود. سوال من این بود تلویزیون های دیگه چی کار میکردن؟ تلویزیون های قدرتمندی داریم، دولت ها تلویزیون دارن، صدای آمریکا تلویزیونش مال دولت آمریکاست، بی بی سی تلویزیونش مال دولت انگلیسه و تلویزیون های دیگه. اگه چپ جامعه، اگه که به رهبری در واقع به سردمداری حزب کمونیست کارگری با این نیرو و با این انرژی مسئله اعدام و مسئله روز جامعه تبدیل کرده و در واقع میتونم بگم از کمپین دلارا دارابی به یک کمپین عظیم تبدیل کرده و مسئله روز به یک رفراندوم علیه اعدام در ایران تبدیل کرده، میبینیم راست چرا سکوت میکنه، راست چرا ساکته. این دیگه برمیگرده که راست با اعدام رو میفهمه چرا باید اعدام تو جامعه باشه. راست جامعه از نیروی سلطنت طلبش گرفته تا بقیهشون میفهمن ضرورت اعدام، ضرورت حفظ سرمایه است، ضرورت حفظ استثماره، ضرورت حفظ اینه که کارگر بسیج نشه، متحد نشه، متشکل نشه. همون ضرورتی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که اعدام بکنه، همون ضرورت پایه‌ای راست جامعه رو وادار میکنه که در مقابل اعدام یا سکوت بکنه یا این موج عظیم ضد اعدام رو سرش پایین بیاره و ندیده بگیره. واسه همون تلویزیون ها و از همون شخصیت های راست و برای همین به اصطلاح گرایش راست تو جامعه در بهترین حالت در مقابلش سکوت میکنن و میگذرن و اینجا هست که قدرت چپ، یعنی جایگاه چپ معلوم میشه. چپ عدالت خواه هست، چپ برابری طلبه، چپ آزادی خواهه و یه آزادی خواه و برابری طلب و یه کسی که برای زندگی بهتر مبارزه میکنه احتیاج نیست جامعه رو بترسونه، احتیاج نیست جامعه رو مرعوب بکنه، احتیاج نیست اعدام بکنه تا بمونه، چون جامعه مال مردمه، چون زندگی مال مردمه و بنابراین این فاصله بین راست و چپ اینجا مشخص میشه. اما اگر فشار چپ مدام باشه، گرایشات راست و شخصیت های راست و رادیوها و تلویزیون های راست مجبور میکنه، وادار میکنه در مقابل این برخورد بکنه، به اصطلاح عکس العمل
حمایتی بیشتری بکنن، ولی مسئله بر سر اینه که فشار ما باید دائم رو جمهور اسلامی به شدت باشه، رو همه احزاب راستان باشه. وقتی هم این کارو نمیکنن باید مورد نقد ما قرار بگیرن و باید مورد افشای ما قرار بگیرن و وادار بشن این مسئله رو به یک مسئله به اصطلاح روز در تلویزیون ها، در رادیو ها، در مدیاهای خودشون هم تبدیل کنن. ببینید، سوال بعدیم از شما اینه که اعدام پدیده ای نیست که فقط مختص به ایران باشه، تو خیلی از یعنی تو چند تا از کشورهای دنیا این عمل انجام میگیره، اما چرا عموما این عمل رو به اسلامیت رژیم ربط میدن و این باعث برجسته تر شدن این موضوع میشه؟ بله ببینید، بله درست گفتید، اعدام فقط توی ایران نیست. 58 کشور الان دارن اعدام میکنن. خب بخش زیادتری از کشورها بالاخره اعدام کنار گذاشتن، یا اگه حکم اعدام توی قانون اساسی و تو قوانینشون هست تقریبا اجرا نمیشه. چین یکی از بزرگترین کشورهای دنیا است که داره اعدام میکنه که اسلامی نیست به قول شما، یا مثلا پاکستان هست، کره شمالی هست، عربستان هست و آمریکا هم اعدام میکنه. ما مبارزه با اعدام رو در همه جای دنیا در دستور نه فقط ما آزادی خواهان و مردم متمدن جهانه، یعنی فعال آزادی خواه و برابری طلب و انسان دوست چینی و آمریکایی و پاکستانی و عربستانی هم باید اگر در موضوع کارش، موضوع کشورش هم مثلا این کشورها هست، باید به شدت با به اصطلاح با تمام نیرو علیه اعدام در اون کشورها مبارزه بکنه، مقابله بکنه. اما چرا جمهوری اسلامی به طور برای ما به طور ویژه‌ای فرق میکنه؟ برای اینکه بسیاری از کشورهایی که حتی اعدام میکنن، حتی مثل آمریکا و چین و اینا، سر رابطه جنسی آزاد کسی رو اعدام نمیکنن، سر رابطه بین گی و نمیدونم لزبیان اینا کسی رو از کوه پرتاب نمیکنن. قوه قضاییشون این نیست که یا آخوند بشینه تشخیص بده که یک کسی این باید اعدام بشه، اون باید آزاد بشه. مسئله برسته اینه که بسیاری از مسائل در داخل ایران در کشورهای دیگه حتی جرم نیست. در جمهوری اسلامی مشروب خوردن جرمه، رقص کردن، رقصیدن جرمه و مجازات داره. یعنی ما میخوام بگم با یک جامعه تو هستیم، تو در یک جامعه زندگی میکنیم که حکومتش، اونایی که حاکمن با نفس زندگی چیز دارن، یعنی مقابله میکنن، مخالفند، و بنابراین یکی از ویژگی های مبارزه ما افشای اسلامیت حکومت و نگاه نشون بدیم که چقدر از این، حتی اگه ببینید در این جامعه فردا جمهوری اسلامی بره، نصف بیشتر همین چیز مجازات هایی که اینا میکنن و اعدام میکنن از بین میره. و اینه که ما به نشون میدیم که چقدر مذهب و چقدر جمهوری اسلامی و چقدر حکومت حاکم نسبت به حتی هم نوعان خودش، به هر حال کشورهایی که اعدام میکنند به اصطلاح موقعیت وحشیانه تری داره. و به نظر من باید اینو در رکن اساسی مبارزمون قرار بدیم، افشاش بکنیم، اسلام و اسلامیتش رو بکوبیم. به طور مثال ببینید، سنگسار ویژه جمهوری اسلامی و کشورهای اسلام زده است که در هیچ کشوری حتی مجازات اعدام دارند و اجرا نمی کنند، ولی ما کاری کردیم که مجازات اعدام همین الان داره در سازمان ملل هم تصویب میشه. علیه مجازات اعدام قطعنامه میاد که هر کشوری اجرا بکنه ضد بشری، و حالا به هر حال مقابله چه نوع مقابله با این کشورها میکنند بماند. ولی ما مقابله کردیم و عقبش دوندیم. جمهوری اسلامی یه چیزی مطرح میکنه، میگه در این حال که سنگسار اسلامی هست، اما ضرورت جامعه ما طوری شده است که ما مجبوری مجازات سنگسار رو موقتا هم شده کنار بذاریم و اجرا نکنیم. ما میتونیم همین کار در رابطه با حکومت اسلامی سر مجازات اعدام بکنیم، و بسیاری از به اصطلاح زمینه هایی که جمهوری اسلامی اعدام میکنن رو لااقل به فوریت بگیریم، وادارش کنیم برای اون چیزها اعدام نکنه. و یه چیزم در آخر بگم، لغو مجازات اعدام در ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به اصطلاح به دست میاد و با روی کار اومدن یک حکومت آزادی خواه، انسان دوست، برابری طلب. در این صورت راست بنا به تعریف با اعدام در واقع داره خودش رو احیا میکنه و بقای خودش رو تضمین میکنه. چپ نیازی به اعدام نداره و میتونه جامعه انسانی به برابر درست کنه.
بله کیوان جاوید، آخرین سوالم از شما اینه که به سالگرد اعدام ریحانه جباری نزدیک میشیم. اهمیت گرامی داشته یاد ریحانه چیه و چیکار باید کرد برای این روز؟ ببینید، ریحانه زن شجاع از داخل زندان جمهوری اسلامی رو محاکمه کرد، جمهوری اسلامی رو به آبروی جمهوری اسلامی رو برد با نوشته‌هاش، با بحث‌هاش، با ابراز نظرش. یک قهرمان بود ریحانه علیه جمهوری اسلامی، یعنی کمر جمهوری اسلامی رو شکست و صدها هزار نفر رو تو دنیا به میدون آورد علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی. مظهر مقاومت و نگفتن به جمهوری اسلامی بود. در واقع آبروی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو برد و نه نگفت و سر خم نیاورد. و اینه که یاد ریحانه در واقع ادامه مبارزه ما هست. 24 اکتبر روز سالگرد اعدام ریحانه هست. ما برای ما این روز روز مبارزه هست، روز جنگیدن بیشتر با جمهوری اسلامیه و ما باید بتونیم این مبارزه سازمان یافته ای که در دورانی که ریحانه زیر حکم اعدام بود رو تو دنیا به اصطلاح سازمان دادیم، به دنیا نشون دادیم ریحانه کی بود، قدرت چپ و آزادی خواهی و مبارزه متشکل چپ و آزادی خواهان و برابری طلبان و انسانهای متمدن تو دنیا به رخ دنیا کشیدیم و به دنیا نشون دادیم و به جمهوری اسلامی قدرتمون نشون دادیم. این باید نشون بدیم که در این روز ما همون نیرو هستیم، ما جمهوری اسلامی رو ول نمی کنیم و در ضمن یاد این مبارز در واقع بزرگ به این مبارز دوست داشتنی رو همیشه به اصطلاح گرامی خواهیم داشت و از اون این روز به روز مبارزه متشکلتر علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی تبدیل خواهیم کرد. از همینجا به خانوادهش بازم تسلیت میگم و از همه دوستان و همه نهادها و همه افراد میخوام در همه کشورها یاد عزیز ریحانه رو گرامی بدارن و تظاهرات بذارن، کمپین بذارن، سخنرانی بذارن که یه نمونهش در کلن معرفی شده که عموی ریحانه و مینا عهدی سخنرانن و مراسم موزیک اینجوری هست و فکر میکنم همین در 24 اکتبر این مراسم در کلن برگزار میشه. تا جایی که میدونم در دوستانمون در تورنتو هم در تدارک اینن که یاد ریحانه رو بسیار بزرگ گرامی بدارند و امیدوارم در کشورهای دیگه هم اینطور بشه. بله، در استکهلم من اطلاع دارم که در استکهلم هم برگزار میشه مراسم گرامی داشته ریحانه. تشکر میکنم از شما کیوان جاوید که به این برنامه اومدید و به سوالهای ما پاسخ دادید. خیلی ممنون، مرسی که دعوتم کردید. براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو میکنم. مرسی که با ما بودید. شماره تماس و آدرس ایمیل پایین صفحه هست. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. من آرزو به همراه همکارم آرش راجی در اتاق فرمان هفته خوش رو براتون آرزو میکنیم.